تا در آخرت باعث اجر و پاداش برایت شوند. مطمئن باش که دنیا از رفتنت ناراحت نمی شود. اقتصاد زندگی ادامه پیدا می کند، فردی دیگر جایگزین تو می شود و کارهایت را انجام خواهد داد. اموالت میان وارثانت تقسیم می شود و نوش جان می کنند. مردم در غمگین شدن برایت به سه گروه تقسیم خواهند شد. 1. کسانی که شناخت اندکی از تو دارند و فقط می گویند مسکین. گروه دوم دوستانت، آنانی که چند ساعت یا چند روز غمگین می شوند و دوباره به حالت گذشته بر می گردند و می گویند و می خندند. گروه سوم آنانی هم که در خانه تو حضور دارند. در خانه غمی عمیق حاکم است. خانواده ات یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه و حد اکثر تا یک سال غمگین می شوند و بعد از آن تو را به آرشیو خاطرات خود می سپارند. و این گونه آری، داستان زندگیت در میان مردم به پایان می رسد و زندگیت با یک حقیقت که همان آخرت باشد آغاز می گردد. بله، دیگر بزرگی، ثروت، تندرستی و فرزندی ندارید. از همسر، خانه ها و قصرهایتان جدا خواهید شد و زندگی حقیقی شما آغاز گردید. پرسش این است که برای قبر و آخرت خیش چه تدارک دیده اید؟ این حقیقتی است که نیاز به تأمل دارد. پس تلاش نمایید تا فرائض را انجام دهید. بر نوافل پایبند باشید. صدقه پنهانی بدهید. یک عمل صالح پنهانی داشته باشید و نماز شب بخوانید. چه بسا نجات پیدا کنید. این پیام را به دیگران هم برسانید. اثر آن را انشاءالله در روز قیامت مشاهده می نمایید.